توسعه پایدار، توسعه پایدار و محیط زیست هستش. من یه توضیح خیلی مختصری بدم، احتمالاً در واقع الان بحث در مورد محیط زیست بخشی از زندگی همه ماها شده، چه دلمون بخواد و مسائلی که ایجاد میکنه و چلومون نخواد. این یه مسئله خیلی مهمیه و از این نظر خواستم که یه مقدار این بحث رو تا اونجایی که من میتون توانم با دوستان اطلاعات اولیه بدم و خود دوستان میتونن بعدا پیگیری کنن. همین مسئله گرمایش زمین، تغییرات جوی، اینا دیگه بخشی از زندگی ما شده. حتی شما میبینید در انتخاب ریاست جمهوری آمریکا شده یکی از مسائل بسیار مهم. در دو سه انتخابات اخیری مسئله بسیار مهمی بود. بعد از اون یه بحث دیگری هستش که در حدود 2 تا 3 دهه هست به شدت مطرح شده، اونم توسعه پایدار. به این معنی که ما وقتی صنعتی شدن رو شروع کردیم هیچ کس نمیدانست این همه زغال و مواد نفتی و اینهایی که میسوزانیم بعد از 2 دهه چه اتفاقی، بعد از ببخشید 2 قرن چه اتفاقی، و الان ما داریم با مسائل روبرو میشیم. در نتیجه یه فکری پیدا شد که ما درسته به انرژی احتیاج داریم، ولی چه کار کنیم که هم انرژی مصرف کنیم هم به زندگیمون ادامه بدیم. این بحث بیشتر تو این مایه هستش. من میرم روی 2 تا ویدئوی خیلی کوتاه من براتون تهیه کردم. در وقتی که وارد این بحث میشیم یه بحث خیلی مهم، بحث اکوسیستم ها هستش که من خیلی خلاصه بگم. این اکوسیستم احتیاج به، اصلا ما زنده ایم به خاطر خورشید. اگر حیات روی زمین فقط به خاطر خورشید، یعنی مهمترین المانش انرژیه. این انرژی میاد زمین، ما آب داریم، منابع داریم، گیاهان تولید میشن که بهش میگن پرایمری پرودیوسر، بعد یک سری حیوانات این گیاهان رو میخورن، اونا سکندری هن. بعد حیواناتی هستن که اون حیوانات در واقع گیاهخوار رو میخورن و این چرخه ادامه داره. این حیوانات میمیرن، مواد معدنیشون به طبیعت برمیگرده و این چرخه ادامه داره. خواستم بهتون بگم که گاهی وقتا من فکر میکنم اونایی که خورشید پرستن زیادم بیراه نرفتن، یعنی تمام سرچشمه اون چیزی که ما میبینیم این خورشید ماست. در صورت از این بحث بگذاریم، من سعی میکنم که این ویدیو اولو من اینجا رو اول امتحان کردم، نمیدونم چرا اینجا نمیگیره. حالا این یکی ببینم. بله این باز شد. یک کمی طول میکشه تا بیاد. Hi, I'm Emerald Robinson, and in this What Is video, we're going to investigate Earth's ecosystems. An ecosystem is a community of living things interacting with the non-living parts of their environment. There are 2 primary parts of an ecosystem. The biotic part is made of all the living things, like plants and animals, fungi, and bacteria and viruses. The abiotic part is made up of non-living things, like rocks and minerals, water, and energy. Ecosystems can be almost any size. While most of us think of communities like a coral reef or a forest, an ecosystem can be a small pond or even the area beneath a large rock. Ecosystems need energy. In most cases, this energy comes from sunlight. Producers, like plants, take light energy and convert it into usable sugar energy through photosynthesis. As animals consume the energy from plants, they are eaten by other animals and ultimately decompose back into the soil. The energy moves through the ecosystem via a food web. 2 of the most important concepts in the study of ecosystems are niche and habitat. A habitat is a place where an organism lives.
Organisms must get nutrition, shelter, water, and the other things they need to survive from their habitat. Niche is an organism's special role in the ecosystem. What and how something eats, how it behaves, where it lives, all of these things define an organism's niche. Two organisms cannot occupy the same niche for very long. Eventually, one will outcompete the other for food and other resources, forcing the other to move or to go extinct. Many of the Earth's ecosystems are threatened due to climate change, pollution, and the human destruction of habitats. Scientists called ecologists study and monitor the health of ecosystems and continually work to discover new ways to protect these precious organisms and environments. For thousands of how-to and advice videos on any topic, visit monkeysee.com. بله، این در مورد اکوسیستم بود. این ویدیو بعدی در مورد انوایرمنت. این فقط خیلی اطلاعات اولیه میده که اصلا ما چجوری داریم زندگی میکنیم، یعنی به این ترتیب که اگر انرژی خورشید نیاد، بله این شروع شد، انرژی خورشید میاد تبدیل میشه به غذا در محیط آبی و علاوه مینرال ها و حیات شکل میده. تمام مسئله سر این، an environment is everything that is around us, which includes both living and non-living things, such as soil, water, animals and plants, which adapt themselves to their surroundings. It is nature's gift that helps in nourishing life on the earth. The environment plays an important role in the existence of life on the planet Earth. The word environment is derived from the French word environ, which means surrounding. Environment plays an important role in healthy living and the existence of life on planet Earth. Earth is a home for different living species, and we all are dependent on the environment for food, air, water, and other needs. Therefore, it is important for every individual to save and protect our environment. One, supply of resources. The environment offers resources for production. It includes both renewable and non-renewable resources. Example, wood for furniture. Soil, land. 2. Sustains life. The environment includes the sun, soil, water, air, which are essential for human life. It sustains life by providing genetic and biodiversity. 3. Assimilation of waste. Production and consumption activities generate waste. This occurs mostly in the form of garbage. The environment helps in getting rid of the garbage. 4. Enhances quality of life. Environment enhances the quality of life. Man enjoys natural beauty like rivers, mountains, deserts. These add to the quality of life. بله، من در واقع در این ویدیو فقط خواستم یه خلاصه‌ای بگم مثلا ما چجوری داریم زندگی میکنیم. اگه چیزی به اسم لایف در روی زمینه، منشأ اصلش خورشیده و بعد آب، بعد سی او تو، بعد فسفر، نایتروژن و همه اون چیزایی که حیات ما رو تشکیل میده. حالا اگر ما بیام هر کدوم از اینا رو بالانسش رو به هم بزنیم، مثلا در این ویدیو به شما گفت وقتی که خیلی ویست تولید میکنین، رودخانه ها رو نابود میکنین، مسئله آب رو به اشکال میندازین. و خیلی از این مسائل که واقعا جای بحث بسیار زیادی داره، فقط این یه ایده‌ای خواستم بهتون بدم که اصلا اکوسیستم و اینکه اصلا چرا ما زنده ایم. ببینید، ما برای زنده بودن به انرژی احتیاج داریم. ما انرژیمون از کجا میگیریم؟ از غذا میگیریم. غذا چجوری تولید میشه؟ از این خورشید تولید میشه. و خیلی بحث جالبیه که حالا از این من برم به اصل قضیه بپردازم. یک تعریفی برای توسعه اومده، اینم این است که توسعه
به معنای تأمین شرایط زیرساختهای رشد اجتماعی، صنعتی، عمرانی، انسانی سازمان یافته با هدف کنترل فقر، گرسنگی، بیماری، بیسوادی و تأمین ضرورت‌های عمومی است. عوامل پایه‌ای توسعه ثبات سیاسی اجتماعی طولانی مدت، نیروی انسانی و سرمایه. در بحثی که من ویدیوها رو نشون میدادم یک مطلب تمام به طبیعت پرداخته، ولی وقتی ما جامعه تشکیل میدیم یک سری روابط به وجود میاد. اینا رو ما نمیدونم اسمشو چی بذارم. اگه یادتون باشه گفت انوایرمنت ما یک مقداری مواد زنده و یک مقداری مواد غیر زنده مثل خاک. ولی خاک هم اگر نباشه ما نمیتونیم زندگی بکنیم. ولی در عالم انسانی شما یک سری روابط انسانی هم شکل میدید، مثل اقتصاد و مسائلی از این تولید صنعتی و خیلی از اینجا در جامعه فقر هم به وجود میاد. ببینید بنابراین وقتی ما صحبت الان از حالا بعدا بهش میرسیم این وایمت میکنید، فقط با قسمت در طبیعیش کاری نداریم، در خرد فعلی یکم میریم بالاتر که بهش خواهیم رسید. بر اینجا حالا میگه توسعه پایدار چی؟ توسعه پایدار توسعه ایست که قادر به برآورد نیازهای نسل فعلی بوده بدون آن که توانایی نسل بعد را برای برآوردن نیازهایشان به خطر بندازد. یعنی از منابعی که در اختیار داریم درست استفاده کنیم، برای نسلهای بعدی هم بذاریم. الان مثلا در ایران ما با مشکل آب روبرو شدیم، حتی آبای بسیار زیرزمینی رو کشیدیم، حتی دیگه برای نسل فعلی هم نیست. بنابراین توسعه ما رو با اختلال روبرو میکنه. اگر یادتون باشه در دبستان ما این شعر رو میخوندیم، خیلی جالبه. گاهی وقت آدم اشعار فارسی میره میبینه در مورد همه چی فکر کردن این شاعر ما. دیگران کاشتن ما خوردیم، ما میکاریم تا دیگران خورن. یعنی چی؟ در واقع این همون مفهومیه که امروز ما به عنوان توسعه پایدار میگیم. یعنی یک کمی طولانی مدت با آینده نگاه کنیم، که بعدا اون موقع روزنامه توفیق اینو عوض کرد که دیگران کاشتن ما خوردیم، ما میکاریم خودمان میخوریم. چیزی که الان ما در واقع درگیرش شدیم. حالا این خیلی جالبه، من فقط این اصل 50 قانون اساسی رو برای شما میگم، قانون اساسی فعلی رو. اصلا مثل این که اون تعریف اومدن اینجا در این جمهوری گذاشتن. در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میشه. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا می کند ممنوع. شما اگه ببینی قانونگذار در اون موقع هر کی بوده دقیقا مثل اینکه همون تعریف توسعه پایدار رو به عنوان اصل 50 گذاشته، ولی در عمل عملا دیدیم به این صورت نشد. این همون چیزیه که بحث می کنن در موردش، شرایط حقوقی و شرایط حقیقی. شرایط حقوقی خیلی قشنگه همه چی روی کاغذ، ولی شرایط حقیقی بحث دیگری. من در این که این یه داستان غم‌انگیزی بوده که در لندن اتفاق افتاد. خب انگلستان پیشرفتش و توسعه‌اش از قرن 18 هم آغاز، ولی نمیدونست محیط زیست چه بلایی سرش میاره. یعنی اون گازهایی که زغال سنگی که بسیار زیادی که مصرف میکنه. در اینجا یه اسماگ لندنه که در این تاریخ اتفاق افتاده، دیسمبر 5952، 5000 کشته داده و هرت پرابلماش هم یه چیزی حدود 12000 تومن. منظور اینه که ما توسعه پیدا میکنیم، ولی اگر یه چنین چیزی اتفاق بیفته یعنی اون توسعه ما به درد نمیخوره. بنابراین تمام مفهوم توسعه پایدار اینه که این دو سه دهه هستش که این مفهوم رو اومده.
یعنی ما توسعه پیدا بکنیم ولی زندگی رو هم ادامه بدیم و به این روزها نیفتیم. از این مثال ها زیاده، من نمیخواستم بیارم، معروف ترینش توی آمریکا یه کانالی به اسم لاف چنل که اگر دوستان خواستن خودشون برن بزنن لاف چنل، داستان عجیب و غریبیه که در آمریکا اتفاق افتاده. در قرن بیستم این حادثه رو در سال 1972 اولین کنفرانس در محیط زیست، یعنی اون جایی بودش که در واقع از قرن 18 هم صنعتی شدن شروع شده بود و کم کم دیگه از نیمه دوم قرن بیستم مسائل خودش رو نشون داد و اینها اومدن یه کنفرانسی در سال 1972 در استکهلم تشکیل شد که این رو میگن یکی از مهمترین حوادث تاریخی در قرن بیستم. اینجا اومدن فقط به مسئله آلودگی و پلوشن و اینا نگاه نگردن، مبنای شد برای نگرش جهانی و فراگیر. یعنی دیگه نه منطقه‌ای نگاه کنید، این داره همه رو، مثلا وقتی که بحث ددته مطرح شد بعد 2 تا 3 دهه دیگه جایی در دنیا نبودش که فرض کنید ددته توش نرفته باشه، اصلا جایی که قبلا استفاده نکرده. و در اینجا اومدن یه فاکتور دیگر رو اضافه کردن، این گفتن که خیلی خوب محیط زیست و اونم منابع آب و حفظ میکنید، ولی اگر نتونیم اون بخش روابط انسانی رو هم درست کنیم ما به توسعه پایدار نمیرسیم. الان شما میبینید همه جای دنیا رودها، اعتصاب، انقلاب و و و. بنابراین در اون خیلی جالبه در 1972 هیومن رایت صحبت کردن که هیومن رایت باید انجام بگیره و تبعیض نژادی و کلونیالیسم استعمار محکومه. اینو در کنفرانس محیط زیست گفتن، یعنی به این نتیجه رسیده بودن که اگر ما نتونیم روابط انسانیمون علاوه بر این که منابع طبیعی رو استفاده میکنیم درست کنیم به اشکال برخورد میکنیم. بعد روی انوایرمنتال ادویکیشن تاکید کردن، انوایرمنتال ریسرچ، و اینم خیلی جالبه، این یک قطعنامه 70 ماده‌ای داره، یه چیز عجیب و غریبی این کنفرانس. و اونجا همین بحثی که هنوزم امروز مطرحه، سلاح‌های کشتار جمعی باید نابود بشه. ببینید در کنفرانس، یعنی میخوام بهتون بگم این خردی که ایجاد شد یه خرد هولیستیک بود که هم طبیعت رو در نظر میگیره و هم روابط انسانی رو. شعار این گرده همایی هم بود فقط یک زمین، و واقعا هم همینه. هنوز ما جایی پیدا نکردیم که هنوز نزدیک ما باشه و در اون حیاتی در جریان باشه. بر مبنای اینها گفتن توسعه پایدار 3 تا پایه اصلی بود. اگر بخوام که یکیش در واقع اکولوژی یا انوایرمنت، حتما ما باید منابع رو خوب نگهداریم. پایه دومش روابط اجتماعی، و پایه سومش هم اقتصاد. یعنی الان این بحثی که شما ببینید از زمان مارکس را افتاده که آقا باید ایکوالیتی تو جوامع بیاد و اگر نیاد شما نمیتونید توسعه پایدار داشته باشید. بنابراین 3 پایه توسعه پایدار، یکیش انوایرمنت و طبیعت، و بعد این اکانومی در واقع عادلانه پایه دیگرشه، و همچنین روابط اجتماعی عادلانه. میگه اگر ما بتونیم این 3 تا رو درستش بکنیم میتونیم به یک توسعه پایدار برسیم. کنفرانس ریو در مورد توسعه پایدار در سال 1999 و 2012 دو مرتبه این کنفرانس های بین المللی بودن، من وارد این نمیشم. Environmental Responsibility، Social Cohesion، همبستگی اجتماعی و Economic Efficiency، اینا رو باز گفتن عوامل، تأکید کردن بر این. بنابراین این مسائل جا افتاد که اگر ما توسعه پایدار میخوام داشته باشیم این عوامل رو باید با هم تلفیق کنیم و درست کنیم.
بر این مبنا من البته میرم روی اسلاید بعدی. بهتر اهداف سازمان ملل اومد در سال 2015 اهداف 17 تا هدف برای دولت ها گذاشت. میگه اگه شما میخوان توسعه پایدار پیدا کنی باید اینا رو درست کنی. الان خوب دیده نمیشه، یه لحظه به من اجازه بدی. این 17 علت اینه، 17 هدف، حالا دولت ها بهش برسن یا نرسن من یه بحث دیگری. ببینید نو پاورتی، فقر رو از بین ببرید. در جامعه ای که فقر وجود داره دیگه شما توسعه پایدار نمیتونید داشته باشید. گرسنگی رو از بین ببرید، اینو به دولت ها داره میگه، گرسنگی رو از بین ببرید، بهداشت رو تقویت بکنید، کیفیت آموزش و پرورش رو بالا ببرید، در واقع برابری جنسیتی رو بالا ببرید و بهداشت و آب تمیز در اختیار مردم قرار بدید. انرژی تمیز دیگه، نرین از زغال سنگ انرژی بگیرین، برین رو منابع تمیز انرژی. محیط کار و در واقع اکانومی و روابط اقتصادی رو درست کنی، اینداستری و یعنی در واقع اینداستری اینویشن، ابداعات صنعتی جدید بکنین و اینفراستراکچرها رو تقویت کنین، نابرابری ها رو کم کنین، نابرابری های اجتماعی رو کم کنین و شهرهای ساستینبل بسازید. همین شهرهایی که فرض کنید الان شما میبینین که بالای همه خونه ها تو لس آنجلس در واقع این پنل های خورشیدی باید باشه و تا اونجا که من میدونم سیتی لس آنجلس به خونه های جدید اجازه نمیده مگر اینکه این پنل ها رو داشته باشن. Responsible consumption and production، خیلی مسئله مهمیه. در مصرف صرفه جویی کنید، اینا که الان میگن در انرژی و آب و اینا و خیلی چیزهای دیگه صرفه جویی ها یا رعایت بکنید. در مورد جو و تغییرات جوی عکس العمل نشون بدید. حتی در مورد زندگی در زیر آب ها، در مورد منظور آبزیان کام در واقع در نظر بگیرید. لایف آن لند، همین داستان این دنجرس پیس و این داستان هایی که میشنوی نابودشون نکنید. پیس، جاستیس و این استرانگ اینستیتوشن، باز اینا برمیگرده به عوامل اجتماعی. پارتنرشیپ فور گول، و میگه برای اینکه به اهداف برسیم با هم یک همکاری بین المللی میخواد که برسیم. ببینید اینها اگر دیده باشین یک سری عوامل طبیعی مثل آب تمیز و اینها رو و عوامل انسانی رو، این مجموعه رو میگه. این خیلی مسئله مهمه، یعنی خرد جدیدی که ما بهش رسیدیم، اگر من تمام برم بهترین انوایرمنتم درست بکنم ولی تو جامعه خودم فقر باشه، بالاخره این جامعه یه روز انقلاب میکنه و نمیتونیم به توسعه پایدار برسیم. البته اینا گول های هست. حالا دولت ها چقدر بهش بخوام برسن، الان ورد کنین شرایط کشور ما در شرایطی که خیلی از این چیزها رعایت نمیشه، امکانش هم نیست چون پولی نیست و مسائلی که همه میدونین، من وارد اون بحث نمیخوام بشم. مثلا این مسئله پیس اند جاستیس بسیار مسئله مهمی در دنیا الان. این از این داستان. روند آی ریاضتی، من چقدر وقت دارم؟ من چون تلفنم امرام نیست ساعت رو نمیدونم. شما میوت هستید؟ بله، چون دیر شروع کردین 10 دقیقه وقت دارین با تک حساب کافیه. بله بله، تا اواسط قرن 20 اثرات مخرب زیست محیطی، فعالیت های صنعتی مثل آلودگی های صنعتی و محیط طبیعی عمدتا خصلت منطقه ای داشت. از آن زمان به بعد کم کم خصلت جهانی پیدا کرد که نمونش همین گلوبال وارمینگ،
یعنی این گلوبال وارمینگ بیاد دیگه نه به فقیر نه به غنی نه این کشور پیشرفته است اون کشور عقب افتاده به هیچ کس رحم نمیکنه. بنابراین خصلت جهانی پیدا کرد که بعد بهترین مورد در این مورد فکر میکنم در سال 2016 یا 2017 بود که کنفرانس پاریس تشکیل شد و آقای ترامپ از پذیرفتن تعهدات آمریکا خودداری کرد و کم کم خصلت جهانی پیدا کرد و حدت مسائل منطقه ای نیز ابعادی بسیار بزرگتری است. افزون بر آن آلودگی های اجتماعی، محیط انسانی، روابط انسانی که این یک طیف بسیار وسیع آسیب های اجتماعی از اعتیاد بگیرین human trafficking، prostitution، فقر و و و بگیرید و اینا به عنوان بخشی از مسائل محیط زیست در کار قرار میگیرد. یعنی دیگه فقط ما با آب و هوا و اینا کاری نداریم. برخورد جامعه و برخورد فراگیر و جامعه و اطراف به مسئله زمین و زندگی در آن کم کم داره شکل. آقا ما چیکار باید بکنیم که همین زندگیمون رو حفظ کنیم و مسائلی از این قبیل. برای اینکه این تحقق پیدا بکنه، ببینین یکی جهان ما جهان کم می شده است. یعنی دیگه اینطور نیست که بیاد ادعا کنه به حضرت عباس قسم بخوره که من وضع کشورم خوبه. مثلا میگم به عنوان مثال در اقتصاد شما آنی میرین فاکتورهایی مثل تورم، میزان بیکاری و جدیدن یه فاکتور جدیدی تعریف شده به اسم میزری ایندکس یا ضریب فلاکت به فارسی ترجمه کردن که مجموع اینفلیشن به علاوه درصد بیکاری اینا رو میگیرن و دیگه قسم آیم نخورین این داستان اینه دیگه، حالا شما هرچی میخواین بگین بگید. برای این اومدن در با همکاری دانشگاه ییل و کلمبیا و ایندکس هایی برای محیط زیست درست کردن، یعنی این همون که ما میگیم تورم در اقتصاد یا میزان بیکاری برای محیط زیست هم اینا اومدن و خیلی کار مشکلی بود. این دو تا دانشگاه ییل و کلمبیا با هم کار کردن، الان 20 ساله دارن میدن که یکی شاخص عملکرد محیط زیسته، شاخص پایداری محیط زیسته و شاخص آسیب پذیری محیط زیسته. که رنگ های ایران مثلا در این اولی در سال 2014 114 روی 32 بوده، در دومی 103 روی 146 بوده، در سومی 135 روی 235 بوده. این فاکتور زیاد به عملکردهای دولت ارتباط نداره. این مثلا در جاهایی که زلزله زیاد میاد شاخص آسیب پذیری اونجا، ولی این دوتا دقیقا به عملکرد دولت ها ارتباط داره و به خاطر اینه که یک دعوای شدیدی هم وقتی که آقای احمدی نژاد رفت در ایران سر این مسئله اتفاق افتاد که وارد اون بحث نمیشیم. بنابراین بدونین که برای محیط زیست هم دیگه با قسم آیه نمیشه حرف زد، شاخص درست کردن، یعنی مسئله خیلی روشنه در اینجا. این هم یه مختصری از سازمان محیط زیست ایرانه. در سال 1346 سازمان شکاربانی نظارت بر صید تشکیل شد. در سال 1350 نام این سازمان به سازمان حفاظت محیط زیست تغییر یافت. در سال 1153 پس از برگزاری کنفرانس جهانی محیط زیست در سوئد که من صحبتش کردم، این سازمان دارای اختیارات قانونی بیشتری شد و یکی از معاونت‌های نخست وزیری شد. یکی از دلایل افزایش قدرت قانونی در اون تاریخ تعداد زیادی ماهی در شمال و یکی از رودخانه‌های رشت از بین رفتن، در کارخونه بلامپ تولید میکرد و سیانور آزاد کرده بود که از اون به بعد خیلی به مسئله محیط زیست در ایران توجه شد. این اولین ضایعه زیست محیطی خیلی بزرگ بود که در ایران اتفاق افتاد.
سازمان حفاظت زیست در آمریکا در سال 1970 خیلی نزدیک به اینه، در زمان نیکسون تشکیل شد و کم کم داره اختیارات قانونی فراوانی شد، تا اینکه در زمان ترامپ سعی کردن که قدرت سازمان حفاظت محیط، همون که بهش میگن EPA، رو کم کنن و حتی کسی رو که به ریاستش گذاشتن خودش دقیقا مخالف همه مسائل، نمیدونم این داستان دیگه هم اگر تعقیب میکردین باید یادتون باشه، اون شخص خودش مخالف همه مسائل محیط زیستی بود. چیزی که در آمریکا خیلی جالبه، این کتاب خیلی قدیمیه، مال دهه 70، کتابی به اسم سایلنت سپرینگ یا بهار خاموش، نوشته خانم ریشل کارسون. این اصلا آمریکا رو منقلب کرد و از اون به بعد دو که شما دهه 70 ببینین در آمریکا همین طوری به محیط زیست هر روز قانون می آوردن که خیلی جالبه. این کتاب هنوزم خیلی کتاب معروفیه، فکر کنم به فارسی هم ترجمه شده و این خانومم به قدری در واقع احساساتی و که اصلا هم واقعا این تغییر داد، بعدا معلوم شد خیلی مطالبش درست نبوده، ولی اون پشنی که به کار رفته بود کار کرد و مسائل محیط زیست آمریکا رو به کل تغییر داد. من دیگه اینا یه مقداری دیگه احتیاج به وقت بیشتری داره و فقط عوامل آلودگی آب در دوران پساصنعتیه که انواع و اقسام آلودگی ها از فاضلابی که خود انسان ها ایجاد میکنن، پمپ بنزین ها و این مسائل، اینا منابع آلودگی هواست. داخل خانه ما خیلی آلودگی داریم، مواظب باشیم. و گاهی وقتا دیده شده که آلودگی های داخل خانه ما از آلودگی های مگر خونتون رو ببینی، من حداقل همه ما یه چیزی حدود 20 تا کمیکال مختلف حداقل تو خونمون داریم و از اون بگیرید تا برسید فرض کنید به کف پوش های پارکت و اینا، خیلی میتونه مسائل ایجاد کنه که بحث های دیگریه. این همه پوسترهایی که در ایران درست شده که در واقع یک مقداری مردم رو تشویق به خیلی کار خوبی داره در ایران در این زمینه میشه، که البته ما مقاومت های دولت روبرو شده. این هم آخرین سلاید منه که یه طنز مردمی در مورد محیط زیست، یک طنز علمیه، میگه یک نفس در هوای تهران بکشید تا تمام عناصر جدول مندلیف و ترکیبات آنها را به ریه خود وارد کنید. این هم یه طنز علمی بود در اون چند سال پیش که من خودم از این طنزهای علمی خوشم میاد. در فیسبوک یه چنلی هست به اسم ساینس هیومر که اگر عضوش بشین دائم از این طنزها براتون میفرسته. من فکر میکنم دیگه 10 دقیقه هم تموم شد، خیلی متشکر و اگر سوالی باشه و بتوانم جواب بدم در خدمتتون خواهم. خیلی ممنون. خیلی خیلی متشکرم جناب شیرازی، یک بحث عمیق و جامع الاطرافی بود. من سوالای زیادی دارم ولی تقدم با حضار هست، هر کسی سوالی داره لطفاً دستش رو بلند کنه و شروع بکنیم دیالوگ رو. مثل این که همه راضی هستن. نه فرح این که ما نتونستم مطلب رو برسونم، یکی از این نه همهش خوب بود. فرهنداز خانم بفرمایید، آن میوت کنید. خیلی ممنونم از این اینفورمیشن های خیلی جالب و خیلی آموزنده بود. خیلی ممنونم از برنامه‌تون. فقط چیزی که میخوام بگم اینه که این یه کانسرنیه که تمام دنیا، تمام کشورهای دنیا روش فکر میکنن، ولی واقعا دارن، یعنی یک قانونی، یک فورسی، یک فرمانروایی وجود نداره که دنیا رو مجبور کنه که اون کاری که باید انوایرمنتالیستا سعی میکنن انجام بدن انجام بدن. و آیا آخرش چی خواهد شد؟ همش ما میشنویم که
همه چیزهای بد داره تو انوایرمنت اتفاق میفته و تمام حوادثی که مرتب دور دنیا اتفاق میفته به خاطر گلوبال وارمینگ هست. ولی واقعا آیا چی کار میشه کرد؟ حالا هر کس، هر شخصی ممکنه خودش خونش رو تمیز کنه، به انوایرمنت توجه بکنه، ولی یه نفر، اگر همه یه نفرهای دنیا انجام بدن، بالاخره یه تأثیر خواهد گذاشت، ولی جمعاً چه خواهد شد؟ به نظر میاد 10 سال دیگه دون روی زمین دیگه تموم میشه. بله ممنونم، ممنونم از سوالتون. همینجا بفرمایید. بله ببینین، نه به این مفهوم که کاری انجام نشده، ولی بیشک این مسئله یکی از معضلات قرن بیستم. یکی از دلایلش هم این است که کشورهایی که الان جدیدن وارد توسعه اقتصادی شدن، ببینید معمولا توسعه اقتصادی انوایرمنت در جهت عکس حرکت میکنه، و این کشورها، یک بحث بسیار پیچیده ای رو بگم، اون کشورهای قدیم غربی رو سرزنش میکنن که شما خودتون اومدین از این طریق توسعه پیدا کردین، حالا که نوبت ما شده دبه دارین در میارین، و این داستان خیلی ادامه داره. ولی اینم به این مفهوم هم نیست که کاری نشد. اولین چیزی که شما میبینین در واقع همین ماشین های الکتریکی شدت دارن روی اینا کار میکنن. الان چین تولید داره میکنه، آمریکا تولید میکنه، و این مفهوم داره کم کم جا میفته. ولی این ماشین الکتریکی باید ببینین برقش از کجا میاد. اگر چاینا بیاد برق این ماشینا رو از زغال سنگ درست کنه، باز ما این مشکلات رو داریم. اینطور این مسائل کاملا به هم پیوسته شده. در زمینه خدمتون بگم انرژی بسیار پیشرفت شده، به خصوص کشورهای غربی. آمریکا همینطوری داره واحدهای زغال سنگیشو میبنده. یعنی شما اگر انرژی رو از گاز ایجاد بکنین، میزان CO2 که ایجاد میکنه به عنوان گاز گلخانه‌ای در واقع نصفه. و نمیدونم اگر طرف راس وگاس و پالم اسپرینگ و اینجا هم رفته باشین، دائم دارین این در واقع توربین های انرژی بادی رو هم میبینین، همه تون احتمالا دیدین. یعنی و بعد انرژی خورشیدی داره استفاده میشه، پنل ها. یکی از عجیب ترین پروژه های انرژی خورشیدی، اگر لاس وگاس رفته باشین، درست تو مرز کانادا و لاس وگاس، اون نیروگاه آیوان پا هستش که اصلا یه تکنولوژی عجیب و غریبی، البته این توی کالیفرنیا. منظورم اینه که این کارا داره واقعا میشه. یکی از عواملی که میشه واقعا این مسئله آموزش پابلیک و پابلیک گوش بکنه. یعنی شما اگر بتونین تعداد میزان ویست رو در دنیا کم کنین، خیلی از این مسائل حل میشه. مسئله دیگری که خلاف این داره عمل میکنه و باز این در جهان سوم داره اتفاق میفته، مسئله افزایش جمعیت. جمعیت همینطوری داره افزایش پیدا میکنه، و شما وقتی که اگر یادتون باشه در محیط زیست، ما برای زنده موندن چی احتیاج داریم؟ اولین چیزی که احتیاج داریم چیه غیر از هوا و آب؟ غذاست دیگه. تولید غذا برای 8 میلیون مردم میزان زیادی مسائل جنبی داره. تراکتور باید بیشتر مصرف کنیم، تراکتور که مصرف میکنیم سوخت بیشتری مصرف کنیم، و همینطوری این داستان ادامه داره. در هر صورت یعنی سازمانی نیستش که بتونه این رو کنترل کنه، ولی الان مثلا کارهایی که میکنن به این ترتیب از نظر پالیسی میکینگ ها، اگر بانک جهانی به هیچ کشوری در دنیا برای ساختن نیروگاه زغال سنگی وام نمیده. ببینید این کارا رو هم دارن میکنن. و در هر صورت یه منحنی معروفی هست اگه چک کنین به اسم کوزنت کرو، این مثل یه یو برعکس میگه. این از اینجا ناشی میشه، از اون مثال زبان فارسی، تا خراب نشه درست نمیشه. و این میگه که این انوایرمنت انقدر که خراب بشه، دیگه به یه جایی ما میرسیم
که نمیتونیم بیشتر خرابش کنیم، مستقل میشه، بعد باید درستش کنیم. این هم یه مفهوم قدیمیه که در مورد مسائل انوایرمنت هست. خیلی جالب، این منحنی کوزنت اول در اقتصاد درست شد بعد به محیط زیستم، KUZNET اگر خواستین بعدا چکش کنید. خیلی ممنون. خیلی ممنونم خانم. اجازه فرمایید من ببینم خانم طاهره طالب، شما واسه این پشیمون شدی؟ بله جناب ریاضتی، جواب خودم رو گرفتم اتفاقا، همین سوال بود که این خانم کردم قبل از من. خیلی ممنونم. خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. خانم روحانی بفرمایید سوال، نه یه تفسیر و تحویل و اینا بدی، سوال بفرمایید. الله با، من در مورد همون انرژی خورشیدی میخواستم بگم. بفرمایید. آیا میشه برای ماشینا استفاده کرد از انرژی خورشیدی؟ بله، به طور غیر مستقیم کاملا. الان فرض کنید نیروگاهی که نیروگاه خورشیدی، اینا برق تولید میکنه و شما اون برق رو در ماشین استفاده میکنید. جا الان هم مثلا چیزایی هستش که ماشین هایی درست کردن که بالاش همین پنل ها باشه اینا، ولی زیاد پرکتیکال نیست. ولی دقیقا به طور غیر مستقیم شما برای ماشین که بخواد را بره برق میخواد، این برق باید یه جایی بیاد و الان در خاورمیانه مثلا عربستان داره به این فکر رسید که تا 10 سال آینده دیگه نفت اصلا ارزشی به اون صورت نداره، داره تمام بیابوناشو تبدیل میکنه به انرژی خورشیدی که به جای دیگه، به جای نفت برق صادر کنه. بادی هم که استفاده میشه کرد نه؟ ببینید تمام اینها رو شما تبدیل میکنید. ببینید بین انرژی ها، انرژی برقی اصلا یه جایگاه عجیبی در زندگی ما پیدا کرد. اصلا بدون انرژی الکتریکال انرژی هیچ چیز قابل تصور نیست در این دنیا، از پولی که از بانک شما میگیرین تا اینترنت های. در نتیجه در تمام این انرژی ها، این انرژی ها رو میگن انرژی های تجدید پذیر. توی دونه از این اسلاید های منم بود، ما دو نوع منابع داریم، منابع تجدید پذیر و منابع تجدید ناپذیر. نفت منابع تجدید ناپذیره، یاره بخوادم درست بشه یه میلیون سال دیگه طول میکشه، ولی خورشید. و جالب اینه که باد هم همون انرژی خورشیده، حالا از موج دریا میخوان استفاده کنن، این هم باز انرژی خورشیده. و در واقع کاری که الان تکنولوژی میگه این است که شما این رو به یک انرژی دیگری تبدیل کنین و بعد اون انرژی رو که انرژی برق که خیلی هم راحت فقط با سیم میتونین همه جا ببرین، در ماشین یا هر چیز دیگه خواستین استفاده بکنین. با تشکر جناب، خیلی ممنون. جناب سعید فروغی، شما پشیمون شدی مثل این که نه؟ هستم ببخشید، من دستم نمیدونم چجوری دستم افتاد پایین، دستم بالا بود. من حواسم به شما بود. گاهی وقتا این در واقع این آیکان چیز میپره. بله این برابرم اتفاق بود. داره در صورت بفهمید. خیلی خیلی ممنون آقای شیرازی از صحبتتون. میخواستم ببینم میلی، چون در مورد تکنولوژی بسیار خوب صحبت میکنید و همینطور میبینیم تکنولوژی داره به سرعت جلو میره در تمام کشورهای دنیا، هر کشوری به یک صورت داره تکنولوژی رو جلو میبره. حالا شما این تضاد رو، یا نمیتونم بگم این اختلاف رو، با مسائل اخلاقی آیا فکر نمی کنید؟ سوال من این هستش که آیا مسائل اخلاقی نباید موازینه، درست موازینه تکنولوژی جلو بره؟ اگه جلو نمیخواد بزنه عقب دیگه نیفته و میبینیم مسائل اخلاقی خیلی عقب افتاده. راه حل شما چی هستش که این دوتا رو، این دوتا چرخ رو، مثل این واگونی که دوتا چرخ باید با هم دیگه بچرخن، یکی بچرخه خیلی قوی بالاخره واگن چپ میشه، که میبینیم دنیا هم این مشکل داره. راه حل شما این چی هستش که بتونید این قسمت چرخی دیگه که مسائل اخلاقی هستش، اینم یه توازن ایجاد بکنه با مسائل تکنولوژی در دنیا؟ بله ببینید، اصلا هدف توسعه پایدار، من اینو خیلی تاکید کردم، این بودش که شما هر کاری میخواین در بخش تکنولوژی بکنید، ولی چون با انسان سر و کار دارین، اگر نتونین
نابرابری رو از بین ببرید. اگه یادتون باشه اون 17 هدف، اولین هدف این بود که پاورتی رو از بین ببرید، در واقع فقر رو از بین ببرید. ولی واقعیت های دنیای فعلی این است که چندان ما در اون زمینه واقعا موفق نبودیم و این یه مشکل واقعا بزرگی ایجاد کرده. من خودم راستش رو بخواهم زیاد بدبین نیستم، همون مرهنی کوزنت بالاخره کار خودش رو میکنه، یعنی ما باید بتونیم مسائل اخلاقیمون رو جلو ببریم. یکی از دلایلی که نمیشه به این مسائل رسید همون افزایش جمعیته. یعنی ببینین جامعه اخلاقی به عقیده من میدونین چه جامعه ایه؟ جامعه ای که عرضه و تقاضا توش معادل باشه. تمام این دعوایی که شما میبینین یه عده بیشتر میخواه یه عده کمتر میخواه، خیلی ساده. هرچه الان شما اگر ببینین چرا جوامع غربی یه کمی آرومتر از جوامع اونور دنیا، اینها کاری کردن که تا حدودی به همه یه چیزی برسه. خیلی اختلاف هم زیاده، اینو من میدونم، ولی چرا به همه یه چیزی میرسه؟ برای اینکه تولید رو بردن بالا، برای اینکه توزیع رو بهتر کردن. در هر صورت من فکر میکنم که چیزهایی که من فقط میتونم بگم ولی مطمئن نیستم، یکی اینکه این مسائل تکنولوژی ایجاد کرده، خود تکنولوژی هم باید به جنگش بره. این یکی از چیزاش. راه دیگه به عقیده من نیست. غذا رو شما دیگه به روش سنتی نمیتونین برای 10 میلیارد یا 8 میلیارد نفر تولید کنین. این یکی از چیزاش. و بعدم قوانینه، بعد آموزشه، اینا خیلی تاثیر داره و در واقع کاهش تضادهای اجتماعی که ما متاسفانه مثلا در کشور خودمون علی‌رغم این که فرض کنین در تئوری هم بوده که این کارا رو بکنین، درست برعکسش داریم می‌بینیم. اتفاقا در بعضی از جوامع دیگه که ما میگیم سرمایه‌داری و امپریالیستن، شاید دارن بهتر عمل میکنن. در صورت این نزاکت فعلی دنیاست. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که در طرف درست قرار بگیریم. کار بیش از این هم نمیتونیم بکنیم و طرف درست هم همینه که از احزاب، شخصیت هایی که از برابری دفاع میکنن، ما هم ازشون دفاع کنیم و مسائلی از این پرد. جوابتون رو داده باشه. خیلی ممنون آقای شیرازی. جناب شیرازی، آیا من درست میفهمم که شما در حقیقت رشد و توسعه مادی رو اگر هماهنگ بکنیم با رشد و توسعه فرهنگی و انسانی، شاید ما بتونیم پایداری رو بهتر بکنیم، سریعتر بکنیم؟ چون من وقتی به این اسلاید ها نگاه کردم، شما یک نکته ای رو که به ما نشون دادین، زمین یک قطعه است و کسانی که روی زمینم هستن، بنابراین باید یک جامعه انسانی رو تشکیل بدن. بنابراین شاید ما باید مفهوم یگانگی نوع انسان رو هم ترویج بکنیم، که اون موقع اشکالایی که مارکس در لکاپیتال خودش بهش اشاره کرد که تا عدالت اقتصادی ایجاد نشه هیچ چیزی حل نمیشه، یا همونطور که شما استاد هستین، کسی مثل آدم اسمیت موقعی که ویلت آف نیشن، ثروت ملل رو نوشت، میگفت آیا واقعا یک مملکت اگر یک ذخایری داره فقط مربوط به اون مملکته، یا اهل عالم بایستی با هم یه اتفاق تعاونی داشته باشن؟ یعنی اینطوری که من میفهمم و در شاید کمک بکنه به سائلی که سوال رو مطرح کرد،
که باید موازین اخلاقی، اینجا اخلاقی رو همین جان من انسان محوری میبینم، چون همین اخلاق هم یه کسی میتونه ضوابط فرهنگی رو دخیل کنه، ضوابط مذهبی رو دخیل کنه. ولی اگر بگه فرهنگ و مذهب اگر با مفاهیم انسانی ما همه یگانگی نوع بشر هستیم، اگر این در تعلیم و تربیت ها نهادینه بشه، آیا فکر نمی کنی به جای این که به قول شما به جایی برسیم که نابود داریم میشیم، از روی ناچاری قدم برداریم، به جای اون میاییم از راه انسانی و بلوغ راه حل رو اتخاذ میکنیم؟ این چیزی بود که من از این کنفرانس که شما مطرح فرمودین نتیجه گیری کردم. بله ببینید، کاملا درسته، یعنی هیچ بحثی نیست که ما اینا رو در آموزش پرورش و اینها باید دخالت بدیم. ولی ببینید این 17 اصل خیلی عملی تر از این داره صحبت میکنه. ببینید یکی از بدترین آسیبا اجتماعی فقر، یعنی همون داستانی که قدیم گفتن شکم گرسنه ایمان ندارد و و و، یعنی شما برای اینکه اخلاق و گسترش بدین، مدرسه به بچه ها درس بدین، همه اینا درست، ولی اگه فقر رو نابود نکنین یا به طور نسبی نابود نکنین، اخلاقیات هم بقیده من شکل نمیگیره. و منم حتی شما برین مثلا در همین فقط کنین مثلا ببینین این بحثایی که در صورت در محیط فقر اخلاق روش نیم، این بذاریم من خیلی بیرو در و در از اون وقت دیگه در محیط هایی که نابرابری باشه، سیستم غذایی نمیتونه حق منو در برابر حق شما کنترل کنه، در اونجا اخلاق روش نمیکنه، انتقام جویی و اینا میاد. این ببینید من گفتم یه برخورد هولیستیکه، یعنی این در یعنی یک جنبه رو نمیشه بزرگ کرد. بودند کسانی که خواستن از این وحدت عالم انسانی، من یه دونه ویدیو هم برای شما فرستادم که به مبانی فلسفیش برخورد میکرد، ارتقا بدن، ولی در عمل شما سیاست های بزرگتری رو واقعا لاسند واقعا احتیاج دارین به این صورت. در صورت همون که گفتم هر کاری میتونین بکنین، بله. از صرف جویی در یک قطره آب تا تربیت درست فرزندان تا اشاعه اخلاق و و و، ولی واقعا یه بخشایی هستش که اصولا اخلاق ما نمیتونیم رعایت کنیم. بذارید دیرو در واسه بگم، مثلا وقتی که یوهو رسیشن میشه در سال 2008، نمیدونم یوهو یک شبه همه 500 هزار دلار قیمت خونشون میاد پایین، دیگه در اون شرایط باید ببینیم هر کدوم چجوری عمل میکنیم. یعنی اینا یه فاکتورایی هستش که علی رغم اینکه شما بخواین اخلاق هم رعایت کنین، چقدر زیاد دست خودتون نباشه. اون حرفی که آقای ترامپ زد که خیلی بهش اعتراض کردن که من خدا میخوام خونه ها بیاد پایین برم بخرم، خب خیلی از مردم دیگه هم همین کارو میکنن، فقط ترامپ نبود که این کارو میکنه. یعنی میخوام بگم وقتی شما در جامعه زندگی میکنید، مشکلاتی که خارج از اراده شماست به شما تحمیل میشه. بله ممنونم، ممنونم جناب داریوش، درست گفتم؟ بفرمایید، آن میوت بفرمایید. بله داریوش نقیب‌پور هستم از نروژ. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من خواستم تقاضا بکنم اگر که هر چقدر امکان داره راجع به آلودگی های داخل منزل صحبت کنید که ما یه مقدار بیشتر. بله من خودم زیاد من بیشتر اطلاع داشته باشیم. من به طور خیلی کلی میگم، من کاری که خودم خیلی توش کار کردم آلودگی آبه. ولی ببینید در مورد منزل شما
الان این بحثی که مواد شیمیایی ایجاد سرطان میکنه کاملا شناخته شده. کلینرها الان شما ببینین، کلینرهای قبلی که با آمونیاک بود دارن با کلینرهای سرکه‌ای عوض میکنن. من خودم زیر سینک آشپزخونه‌مون رو که نگاه میکنم واقعا وحشت میکنه. انواع فرض کنین، حالا اینجا بعضی خونه ها توی لس آنجلس مگس و اینا هستش، این پستیساید ها، چیزهایی که ما بر در مورد گیاهان منزلمون به کار میبریم. به عقیده خود من فرض کنیم همین پارکت ها، در تمام این مارکت پارکت ها یه حیوانات کوچکی هست اسمشون یادم رفته، مات، در اینا زندگی میکنه. مثلا من خودم سطح های سالید رو مثل سنگ یا چوب رو به پارکت ترجیح میدم و اینا امیشن میکنه. خدمتون بگم که دیگه از آلودگی های داخل منزل، حتی اسپری های سر، تمام اینها من الان حضور ذهن ندارم برای این سال، واقعا موارد دیده شده که آلودگی های داخل خانه، آلودگی های خارجی، ترپ شدن هوا تو خونه اگر پنجره ها باز نباشه، اینا مجموعه ایه که ازش به عنوان ایندور پلوشن نام میبرن. وسایلی هم برایش ساختن که مثلا شما در گرد و غباری که تو هوا هستش رسوبش بدید. اینا از این چیزا هم توی مغازه ها میفروشن. این مجموعه ای که رنگ ها، حتی که الان میدونیم بال استاندارد خیلی رنگ ها رو عوض کردن، در خیلی از این رنگ های قدیمی سرخ بوده، در گذشته کانال های ازبستوس بود که در آمریکا همه رو دستور دادن عوض کنی و مسائلی از این دست. این آلودگی های در واقع داخل خونه است، به علاوه مواد پلاستیکی که گاهی وقتا در سقف ها میشه، وقتی درجه حرارت میره بالا اینا مواد شیمیایی میدن بیرون، بگیرین تا بیان نمیدن بطری های آب که الان صحبت از مایکرو پلاستیک ها تو اینا هست و داستان طولانیه. ولی اگه خاطر خودتون بیشتر بخونین، من فقط تو هر جا از این یوتیوب و هر جا برید بزنین ایندور پلوشن، خیلی اطلاعات بهتون میده. خیلی ممنون، خیلی ممنونم. جناب سعید نعیمی بفرمایید از کانادا. دوستان عزیز خیلی ممنون جناب شیرازی، مطالب بسیار آموزنده. دو تا سوال خیلی تکنیکی داشتم از جناب عالی. یکی این که چندین سال پیش قرار بود یه آینه هایی به آسمون بفرستند فضا، که این آینه ها شب هم قسمت زمین که شبه، نور خورشید رو منعکس بکنه به قسمت‌های تاریک زمین و از این طریق اونجاها هم به صورت نورانی بشه و از نور خورشید بشه استفاده کرد. نمیدونم شما راجع به این شنیدین و اصلا این پروژه قابل عمل کردن هست یا نیست. و سوال دوم هم راجع به مسئله باتری و انرژی الکتریکی هست که شما خیلی راجبش با به صورت بالا صحبت فرمودین. الان چیزی که من دارم میشنوم صحبت دیسپوز این باتری ها هست، این باتری ها خودشون میتونن یک واقعا یک نایتمر به اصطلاح محیطی درست بکنن. چه نظری دارین شما؟ بله، در مورد سوال اولتون از اون پروژه های فنسی شاید روزی اجرا بشه، منم زیاد در موردش واقعا نمیدانم و اگر اجرا شد این خیلی مهمه، اثرات محیط زیستیش چیه؟ یعنی اگه یه جایی شبه باید شب باشه اونجا، یعنی حالا ما بریم به زور اینو روزش بکنیم من نمیدونم چه اتفاقی میفته. من در اون مورد نمیدونم، ولی در مورد باتری ها ببینید مسائل همینه و اینا همینطوری میدن و یا حلش میکنن. یعنی ما چرا رفتیم رو این باتری ها، رو ماشین های در واقع الکتریکی؟ و اینکه شر نفت و بنزین راحت بشیم. یعنی میخوام بهتون بگم
هر چلنجی یه چلنج خودش رو میاره. این باتری ها به خصوص، حتی چرا شما راه دور میدین همین وقت حالا باتری ها که همین مثلا در لس آنجلس دقیقا توصیه میشه تمام کامپیوترها، تمام وسایل الکترونیک اینا رو به روش خاصی ریسایکل بکنیم، توی سطح آشغال نندازیم. اینها مسائلی که ولی کم کم این مسائل هم باز باید حل کنن. یعنی همین کاملا درسته. ببینید اون زمانی که اولین نیروگاه درست شد و نور برق و اول حالا ادیسون یا هر کی اومد، همه دنیا گفتن که به به دیگه دنیا بهش شد و ما شب نور از بین رفت. چند سال بعد مسائل اون پیدا شد، بالاخره مجبور شدن یه جوری اون مسائل رو حل کنند و الانم هم همینه مسئله. یعنی هیچ فرقی نکرده. من کاملا حرف شما رو هم شنیدم هم میدانم، ولی به قول معروف اگر اون آنالیز کاست و قیمت و بنفیت اینا رو بکنی به این نتیجه رسیدن که از گرمایش زمین بهتر. ببینید به این صورت به مسئله باید دیگاه کرد. البته for the moment، یعنی برای فعلا تا آینده، بله در آینده ممکنه حل کنن. حالا اون حلشون ممکنه مسئله جدید پیش بیاد. یه بحث خیلی شدید مطرح شده که کسی هم برایش جواب نداره، این انرژی خورشیدی که ما داریم جذب میکنیم قرار بوده برگرده به اتمسفر. حالا اگه ما جذبش بکنیم هم خیلی خوشحالیم که میگیم اینو جذب میکنیم نفتو میذاریم کنار. این چه اتفاقی میفته؟ روش دارن کم کم یواش یواش بحث میکنه. یعنی مسائل دائم همینه تا اون که بالاخره یا بشر روی زمین بره یا نمیدونم یه اتفاق بیفته یا کرات دیگه دسترس داشته باشه که همچین قراری. یکی از پروژه هایی که مطرحه برای پیدا کردن یه جایی برای زندگی مثل همون فیلم سوپرمن این است که بعضی ها پیشبینی میکنن کره از بین خواهد رفت با این کاری که ما میکنیم. ما باید یک جایی رو داشته باشیم که این حیات رو نجات بدیم. حتی شاید شنیده باشین در یه جایی در ایرلند این یه جایی دارن، نمیدونم شنیدی یا نه، به اسم سید بنک. تمام تخم گیاهان یه منطقه خیلی خاص حفاظت شده، تخم گیاهان اونجا ذخیره کردن. با 70 زبون هم روش کشتش رو نوشتن مثلا، که شاید اگه یکی زنده بود بتونه دو مرتبه از اون داستان ها استفاده کنه. این حالا چقدر فنسیه، چقدر اتفاق میفته رو بهتر زیاد نگرانش نباشیم. اگر اتفاق افتاد که افتاد بگیر، ولی از اون برای مغزهای متفکر تکنولوژی داره کار میکنه که جلوشو بگیرن. یعنی به این صورته، ولی دیگه واقعا نمیدونیم این در واقع به خصوص حالا که این هم چت جی تی پی و هوش مصنوعی هم اومده و اینها، بحث خیلی جالبی در این زمینه است که به خصوص در رده فلسفی که اصلا جوابی براش ندارن. میگن فرض کنین ما از قرون وسطا با کاربرد عقل خودم رو نجات پیدا کردیم، این معروف مدرنیته. بعد حالا همون عقل برای ما بمب اتم ساخت، حالا از شر این با چی نجات پیدا بکنیم؟ واقعا موندن این یه سوال فلسفی خیلی مهمه الان در دنیا که با این نمیدونم. اینا دیگه خیلی مسائلیه که در صد اگه اتفاق افتاد افتاد، ولی امیدواریم که با مغزهای متفکر که دارن روش کار میکنن چنین اتفاقاتی نیفته. خیلی ممنونم. یعنی در حقیقت جناب شیرازی ما نباید بترسیم، چون علم کارش اینه که هم توسعه بده هم چالش ایجاد کنه. دقیقا همینه. از قرن از اول صنعتی شدن ما همین بودیم. بله. چیزی از اواسط قرن بیستم خیلی وحشتناک شد این مسئله، به خصوص از وقتی بمب اتم اومد. این یوهو نمیدونم این فیلم اوپنهایمر رو دیدین یا نه، اگر ندیدین حتما ببینی. اصلا یهو دو مرتبه اصلا ما بشر تبدیل شد به یکی از نیروهای طبیعت. ببینید ما همیشه در برابر باد و زلزله و اینا عقب مونده بودیم، الان ما طبیعت نیروهامون
برای تخریب بیشتره، باور کنید. بله آفرین جناب. میدونم فرانس خانم دست شما هنوز بالاست، خسته نشین، ولی نوبت الان مال عبدو تاجیک، درست گفتم تو رو خدا؟ بله آقای دکتر. بفرمایید آقای دکتر. آقای شیرازی، میدونین که در سوئیس همه خونه ها بامب شلتر دارن؟ من خودم رفتم در خونه سوئیسی و دیدم این بامب شلتر رو، و تمام برای مثلا نزدیک یک ماه اینا توش غذا و آب و اینا دارن. و اگر خونه خیلی قدیمی باشه و بامب شلتر نداشته باشه، این باید به کسی که نزدیکترین نیبرش ماهیانه پول بده که در صورت اتفاق بره از شلتر اون استفاده بکنه. بله این مسئله را اگه بریم توی آنلاین، در درست اوائل جنگ سرد در آمریکا بوده و مدل های خیلی جالبی ساختن. چون من یه وقتی رو جنگ سرد کار میکردم به خاطر یه داستانی، برین ببینین اون دوران مکارتیزم و اینایی که وحشت بمب اتم در دنیا گرفته بود. و حتی این وحشت بمب اتم، من یادم بچه بودم وقتی اون داستان خلیج خوک ها پیش اومد، من یادم در ایران مردم ترسید آقا شما آمریکا و شوروی با هم دعوا دارن، چرا ما باید کشته بشیم؟ نمیدونم کسی از شما یادش هست این داستان رو یا نه. و این داستان بود. و در همون زمان، الان آنلاین چک کنین این نوع این شلترها رو در آمریکا میبینین که مردم چه کارهایی میکردن. ولی دیگه بعدن از حدود بعد 1955 اینا که اون جو بمب اتم از بین رفت، یعنی بعد از اون داستان خدیج خوکا و میدونین داستان خیلی معروفه، بعد از اون داستان دیگه کم کم یه کمی کوتاه اومدن و فعلا کسی نداره. ولی در سوئیس جدیه، یعنی همین الان. بله بله نمیدونم شاید این که جامعه چقدر محافظه کار باشه. البته بله خیلی ساده است. خیلی هم خوب، ممنون. فرانس خانم دست شما بالاست یا اشتباه میکنم؟ نه یه دنیا ممنونم، مرسی. میخواستم دومین سوالم اون موقع بکنم که نشد. شما وقتی که میفرمودین که ازدیاد جمعیت در دنیا باعث این کار میشه، آیا فکر نمیکنین که این کوویدی که اتفاق افتاد و 7 میلیون جمعیت رو کم کرد شاید به خاطر همین بود؟ والا ببینین مسئله، من البته تخصصی در این مورد ندارم، من چون یه چیزایی میدونم به خاطر اینکه پدر خانم من یه اپیدمیولوژیست خیلی معروف بود. من زیاد در این مورد نظر نمیتونم بدم. 7 میلیون هم در برابر 7 میلیارد در واقع اصلا رقم مهمی نیست. ولی اون چیزی که دقیقا معینه این است که وقتی جمعیت زیاد میشه اپیدمی ها زیاد میشه. بله. خیلی هم طبیعیه، خیلی چیز common sense به قول معروف. و این داستان هستش. و مضافاً به این که حالا این بحثایی هم که اون دورو بر بود که نمیم آزمایشگاه مخفی چی کار میکنم، بمب شیمیایی چی کار میکنه، و این بحث هم که به کمک کرد. ولی واقعیت اینه که زیاد جمعیت و گسترش رفت و آمد بین جوامع، ما دیگه جوامع قرن 15 نیستیم که هر روز هزاران پرواز و اینها میشه، 100% دخالت داره. ولی از دید تخصصی من واقعا نمیدونم چی بگم. و متاسفانه 2 مرتبه کووید داره بالا میگیره، اینو میتونم بهتون بگم. حداقل 3 نفر از دوستان منوش که مسافرت زیاد میکردن الان گرفتن. بله خوشبختانه مسئله پیش نیومده. بله یه کمی مواظب باشین اینو، برای نمیخوام بترسونمتون. البته هیچ اطلاعی از طرف مثلا CDC و اینا نیومده، این دقیقاً همین بحثای تلفنی بوده. صحبتای میشه در مطبوعات که
کووید در راه خیلی ممنون. سوال کننده دیگه اگر نیم هم سوال دارم امیر جان. جناب دکتر تقوی شما سوالی ندارین؟ مطلبی ندارین؟ خانم کیومر مثل که سوالی داره. کجا؟ دست غیر الکترونیکشونو بلند کرد. اوه خیلی خوب، دست معنویشونو بلند کرد. بفرمایید بفرمایید. خیلی خیلی آقای مهندس شیرازی بسیار صحبت زیبایی کردین، بسیار استفاده کردم و چقدرم همه رو همیشه رو پوشوندین. آدم میخواد یه سوالی بکنن دیگه چیزی نمونه که شما نپوشونده باشین. مخصوصا وقتی که شما راجع به این که گفتین این مسئله هولستیکه، واقعا این مسئله هولستیکه، همونطور که اشاره کردین از فرق گرفته تا تمام مسائلی که وجود داره، این حقیقته. همونطور بازم خودتون اشاره کردین، خوبیش اینه که جهان داره به طرف تکنولوژی سالم یا همون گرین تکنولوژی پیش میره، کما اینکه الان در آلمان به خصوص و الان هم اطلاع دارین ژاپن خیلی دارن در این مورد فعالیت میکنن که به اون طرف برن. این چیزایی که ما خودمون همه آدما میتونن انجام بدن، باز مسئله آموزش میشه. به نظر من آموزش باز از سنین کودکی، اگه به بچه‌هامون یاد بدیم. منم چند وقت پیش تو همین KIRN صحبت میکردن راجع به مسئله استفاده نکردن از آب زیاد، که وقتی دندوناتون رو مسواک میکنین آبو باز نذاریم. و چقدر این جالبه، واقعا خود حساب کرده بودن که اگر همه این مسئله رو رعایت کنن چقدر کمک میکنه به باقی موندن آب در روی زمین. بعد چیزی که باز دارم میخواست بگم اینه که این امریکن ایندیان سرخپوستا بسیار روش خوبی دارن و اینا یک پروبربی دارن، یک ضرب و مثلی دارن، میگن We do not inherit the earth from our ancestors. We are borrowing it from our children. Which is حقیقتش همینه که همون که گفتن یک زمین فقط وجود داره، یک زمینه و اگر ما همه همکاری نکنیم اینو از بین میبریم. مثالش که الان بازم خوشحالم راجبش صحبت کردین، مسئله این همون اوپنهایمر. من فقط یه مقالم نوشتم به انگلیسی و فارسی، اگه خواستیم برای شما میفرستم آقای مهندس. و این مسئله نوکلیر وپن مسئله خیلی جدیه. ما بیشتر از حدود 13,000 بمب اتمی در دنیا داریم که 90% در امریکا و در روسیه است و هر کدوم از اینا به تنهایی بنک فرق کرده با قدیما. مثلا اون که روی هیروشیما انداختن الان چیزی که وجود داره مثلا 10 برابر اون و 100 برابر اون، یعنی که یک دونه که بندازن میتونه تمام نیویورک رو داغون کنه. حالا من به خود اصلا بمبشم کار ندارم. اینایی که شما میدونین در مارشال آیلند، در بیکینی آیلند، در جاهای مختلف، اونجایی که تست کردن، حالا از تو خود امریکا گرفته و جاهای دیگه، میدونین که این خیلی اثرات بدی انوایرمنتی داشته و خواهد داشت. همینه که الان در مارشال آیلند مثلا وجود داره، میدونیم که تمام این آیلند رفتن ملت بیرون به خاطر مسائل اتمیش و سرطان ها همینجور اضافه وجود داشته. ولی یادمون نره اگر که این آب که میدونیم به خاطر همین گلوبال وارمینگ و چیز دیگه که وقتی میره سطح بالا و اتفاق احتمال زیاد داره که بیفته و این میدونیم که این حتی در مارشال آیلند مقداری زیادی از این انرژی اتمی امریکا رو استوریج به صورت استوریج نگه داشتن. و این بحث بود که قبلا من 10-20 سال پیش میخوندم که اگه این آب بره بالا میتونه که این موادی که اتمی که در این استوریج ها هست بیاد در داخل اوشن و این اوشن که بیاد دیگه دیسکریمینیشن هم نداره که به یک جایی فقط به یک عده‌ای امریکایی روسی و هر کسی در دنیا میتونه صدمه بزنه، یعنی میتونه دنیا رو واقعا نابود کنه. حالا غیر از اون بمبای اتمیمون که درست میگین که در کل جنگ سر تموم شده، ولی الان این جنگ اوکراینی روسیه و میبینین وقت حتی میسمین به صورت واقعی نه به صورت یعنی عملا بخوام یکی رو بمب بندازن نباشه، به صورت تصادف و غیره میتونه این بمبا باعث خرابی دنیا بشن. فقط خواستم اینم یه تذکر داده باشم که انوایرمنتی که شما دارین میگین واقعا میتونه صدمه آنی و
دیگه دنیا رو از بین. من گفتم خدمتون در کنفرانس که دقیقاً 50 سال پیش اولین کنفرانس محیط زیست، یکی از بندهای قطعنامه‌اش همین عدم استفاده از صداهای کشتار جمعی بود. که اینم خیلی کار شد زمان کنسالت وان سالت و اینها. یه مقداری اون چیز مشکیمو، عصای مشکیمو بیار که بذارم اینجا که به خودم لطفاً آنیوت بفرمایید. بله در صورت این بود یکی از، حالا شاید یه روز در موردش صحبت کنیم، یکی از جالبترین پروژه هایی که بعد جنگ سرد اتفاق افتاد. ببینید اینا همه باید دست به دست هم بدن. از یک از فکر یک نفر در MIT اومد بیرون. شوروی سابق وقتی از بین رفت 20,000 بمب اتمی، چون من نمیدونم اینو برای کی ساخته. بله خیلی شما باورتون نمیشه. یه قلمشو، یعنی بمبای یورانیومی، حالا بمبای هیدروژنی، میدونین چیکار کردن با این؟ خیلی جالبه، یه پروژه‌ای درست کردن. من به پیشنهاد اون آقای مایتی اگر یه روز شد اینجا صحبت می‌کنم، خیلی پروژه جالبیه. اینها اومدن گفتن که ما میام و شور روسیه اون موقع مثلا پول نداشت، گفتن میام این بمبای شما رو میخریم، اورانیوماشو رقیق میکنیم، میاریم تو نیروگاه های اتمی آمریکا استفاده میکنیم. و یکی از جالبترین پروژه های بقیده من انسانی بود که بعد جنگ جهانی دوم در دنیا اجرا شد، که من انقدر از این پروژه خوشم اومده بود که یک دو بار در موردش هم صحبت، خیلی آمریکایی هم نمیدونن، یعنی بین سالهای 1903 تا فکر میکنم 2013 از هر 10 لامپی در آمریکا یک دونش به وسیله اورانیوم های شوروی سابق روشن میشه. حالا شما ببینین اینا بعد چقدر پول اون ملت شوروی سابق خورده بودن که اون بمبا رو بسازن بعد بیاد اینجا مصرف بشه. این داستان ها واقعا هستش و میگم خیلی هم روش کار شده. اون قرار داده اگه ببینید سالت وان سالت تو در زمان نیکسون و اینا یه مقدار این مسئله رو کم کرد، ولی واقعا این مسئله بمب اتم مسئله بسیار عجیب و غریبیه و در واقع بسم این آقای اوپنهایمرم پرومته گذاشتن که کسی که آتش رو از خدایان دزدید و محکوم شد که هر روز کلاغ بیاد جگرش رو بخوره، و این داستان در صورت اتفاق افتاد و ما نمیدونیم چیکارش بکنیم. ظاهرا هم حالا جای دیگه هم میخوام بکنن. اینا که خیلی جالبه براتون بگم، یکی از شرایطی که فرانسه به الجزایر استقلال داد این بودش که اجازه بدیم ما بهتون استقلال میدیم، ولی اجازه بدیم ما در صحرای الجزایر آزمایشات اتمیمون اونجا بود. شما شاید این باورتون نشه، ولی در همین مدت حدود یک سال دو سال پیش بود، مقاله هم ترجمه کردم در این مورد، در فرانسه، حالا همه لیبرال شدیم، خلاصه کمی درست شدیم، قانونی تصویب کردن به کسایی که از اون آزمایشا پول و از اون آزمایشا خسارت دیده بودن غرامت پرداخت. که یه قدم به جلوه، حالا در اصل بهتر از هیچ. ممنون. ممنون. ما در 7 دقیقه داریم. جناب آرش جان تقدیم شما مطلبی دارین؟ بفرمایید. آرش جان ها مثل این تشریف بردن. جناب شیرازی، من نمیخوام یک سوالی بکنم که بیش از 5 دقیقه بکشه. آیا ببینین فقر، من با شما موافقم که نمیشه این مشکلات رو یه راه حل
در یه وضعیت خاص استفاده کرد. یعنی هم باید مسائل معنوی، اصولی، انسانی در کار باشه و هم اینکه جوانب مختلف رو در نظر بگیره. حالا مهمترینش همونطور که شما فرمودین مسئله کسرت فقر و ازدیاد ثروت. نظر شما چی هست؟ یعنی به عنوان یه روانشناس تحلیلی من میگویم هم فرد دخیل قناعت کردن، تعلق به مادیات و و و و و عالم بینیش نسبت به استفاده‌ای که اهل عالم باید بکنه. شما چه اصولی رو پیشنهاد می‌فرمایید که جلوی فقر زیاد و یا ثروت زیاد رو بتونه تعدیل بده حتی اگر از بین نبره؟ بله ببینید، این مسئله خیلی در طول، اولا من یه چیزی بهتون میگم شاید بخندین، وقتی که عقیده امام زمان در ایران مطرح شد میشد خیلی خب مسخره میکردن، ولی عقیده امام زمان یه کنه خیلی ساده داره، اونم آرزوی بشریت برای جامعه ای که این بحث مذهبی نیست، این از قدیم وجود داشته، برای جامعه ای که در واقع میگه پول از بین میره و مردم نیازاشون رو برآورده میکنه. این جامعه بسیار خوبیه، ولی خب روشی که اون موقع گفتن حضرت با شمشیر بیاد و از این حرفا که خب روشش عملی نبود، این روش رسید به زمان مارکس. مارکس هم همینو گفت در مورد جامعه سرمایه‌داری، یعنی چیز غیر از این نگفت، گفت اینقدر تکنولوژی پیشرفت می‌کنه، هر کس به اندازه توانش و هر کس به اندازه نیازش، یعنی باز اون گول رو ست کرد و بر اون مبنا خب جوامع سوسیالیستی تشکیل شد. اونام در عمل نتونست خودش رو به اون صورت نشون بده. چیزی که من الان بهش رسیدم نظرات حزب، جواب ساده ای هم نداره اینو بهتون بگم، نه حزب سوسیالیست آمریکای کنونی نظر جالبی داره. اون میگه دیگه شما سوسیالیسم رو از طریق زور و نمیدونم استرداد اموال و اینا نمیتونیم پیاده کنیم، تا تجربه شکست خورد، تجربه شوروی، تجربه چین شکست خورده. راهی که اینا پیشنهاد میکنن میگن سوسیالیسم از این به بعد باید فرهنگی بشه، یعنی ما بفهمیم که اگر من بیشتر بخورم یک نفر دیگه باید کمتر بخوره و این عقاید رو میبردارم. سازمان هایی در این روه در این زمینه تشکیل شدن، بنابراین راه حل مشخصی نیست. منم با شما کاملا موافقم که در واقع باید این مسئله رو یک مقداری فرهنگ و سیاست رو اینجا با هم قاطی کرد. ببینید الان مثلا تو آمریکا هر کی حرف میزنه میگن آقا این سوسیالیست چپه، هر کی حرف یک کمی مثلا همین در مورد فرض کنین بهداشت عمومی، همه جای دنیا اومدن بیمه ها رو دادن، اینجا تو آمریکا کسی جرئت نمیکنه این حرفو بزنه. بعضی از استیت ها این کارا رو شروع کردن. من فکر میکنم که البته میگم اینا رو دیگه مسائل ساده ای نیست، فکر میکنم شاید این نوعی از ادغام فرهنگ و سیاست بتونه اون مسئله رو تا حدود زیادی حل کنه و باز رو راه حلای رادیکال تر که هنوزم در افکار چپ وجود داره بزنیم از پایه همه چی رو داغون کنیم که من نمیدونم. در ضمن اگر دوستانی علاقمندن به اون پروژه گفته، به اسم پروژه هستش From Megatons to Megawatts، اینو چک کنید در مورد اون پروژه‌ای که در زمان سقوط شوروی ساب، خیلی پروژه جالبیه. From Megatons، Megatons منظور قدرت بمب‌های تخریبیه، تو مگاوات
که مقصود انرژی. ممنونم. الان 8:29 دقیقه است. آرش جان ما دنبال شما گشتیم، شما رفتی چایی تو بخوری، دیگه وقت گذشت. مطلبی داری بگو آرش جان. عرض سلام ادب خدمت همگی. نه آقای تو این مطلب انقدر هم علمیه هم ریزه که من که کلا سواد علمیش ندارم. من لیسانس هم نرسینگ، ما تو نرسینگ بخش پابلیک هلس خوندیم اینا رو یه ذره، ولی در نه در حدی که بشه ارائه کرد. نه بسیار استفاده کردم و این پروژه هم که گفتن به نظرم بعدم یه نگاهی بکنم. مرسی از اطلاعات خیلی دقیقتون آقای مهندس. بله حالا اگه خواستیم هر وقت شد میتونیم اینو در همینجا صحبت کنیم. حتما آقای. حتما یه فرصتی رو فراهم میکنیم. من باید قائم و امام زمان اینا هر کی هست و من گفته وعده ای که میدی وفا کن. الان هم 8:30 دقیقه است، 11:30 شب در ایست کوست. یه دم از جاهای دیگه دارن به ما میپیوندن. بنابراین با عرض تشکر از جناب مهندس شیرازی،